الناقض السابع من نواقض الإسلام السحر. هفتمین مورد از نواقض اسلام سحر و جادوگری است. فالساحر یکفر. ساحر مرتکب کفر شده و کافر شمرده میشه. کفر اکبر مخرج من المل. و عمل او کفر اکبر هست و سبب خروج او از دایره اسلام. لأن الساحر يعبد الشيطان لا يعبد الله سبحانه وتعالى. زیرا ساحر در حقیقت شیطان رو عبادت میکنه و عبادت گزار الله نیست. و هو يريد ان الناس كذلك يعبد الشيطان لا يعبد الله سبحانه وتعالى. و خواسته ساحر و جادوگر هم اینه که مردم هم مثل او شیطان رو عبادت بکنند و شیطان پرست باشند و نه عبادت گزار الله متعال. و یأمر الناس بمخالفت الشریعه. و مردم رو به مخالفت با شریعت الهی سوق میده. یتظاهر بان بیده جلب المنافع و دفع المضار. اینطور وانمود میکنه که میتونه نفعی رو جلب و کسب بکنه یا مضرتی رو و ضرر و زیانی رو دور بکنه. نعم فی العصر الحاضر السحر اصبح الوصول الى الساحر يسير جدا سهل جدا. در دوران معاصر و در حال حاضر دسترسی به ساحران خیلی ساده و آسون شده. نعم فی القدیم كان الوصول الى الساحر امر صعب جدا. در گذشته دسترسی به ساحران بسیار سخت و دشوار بود. الوصول الان عن طريق الاتصال رسائل الجوال القنوات. امروز دسترسی به ساحران از طریق تلفن، از طریق شبکه‌های ارتباط جمعی و فضای مجازی و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای بسیار آسان و راحت شده. الدخول على مواقع السحر القنوات التلفزيونية للسحر یا همچنین سایت هایی که در این رابطه وجود داره و کار و فعالیتشون سحر و جادوگری است و شبکه هایی هم که در این زمینه فعالیت میکنن. قراءة الجرائد المجلات التي فيها الابراج حتی مجله هایی که درش طالع بینی هست و مسائل سحری و امثال اون. قراءة الكف، قراءة الفنجان، القهوة. مانند کفخانی و بحث همین فنجان قهوه و طالع بینی از طریق کف بینی و فنجان قهوه که مرسوم هست. ادعاء علم الغیب. و همچنین ادعای دانستن غیب و علم غیب. ادعاء ما فی الضمیر یقول نعم اعلم انك تحب فلان او تفكر في كذا. و یا ادعا میکنه که من میدونم که چه چیزی در درون تو و در ضمیر و وجدان تو و در سینه تو میگذره و من میدونم که تو مثلا به عنوان مثال فلان شخص رو دوست داری. او معرفت الاشیاء المفقوده مثلا. یا ادعا میکنه که میدونه که اشیای گم شده کجاست و چطور گم شده. من اتى الى هذا لا تقبل له صلاه 40 يوما. کسی که چنین روی کردی داشته باشه و به نزد چنین کسانی بره که اینطور ادعاهایی میکنند نماز 40 شبانه روز او پذیرفته نمیشه. الاتیان یکون به هذا بالاتصال بالدخول بقراءت الجرائد المجلات. رفتن به نزد چنین کسانی اشکال مختلفی داره، ما چه از طریق خواندن مجلات باشه که در این رابطه مطالبی می نویسند، چه از طریق ارتباط با سایت ها و ورود و بازدید از این سایت ها باشه، چه از طریق تلفن و فضای مجازی باشه و چه از طریق رسانه ها باشه. اذا صدق هذا كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يمكن ان يصدق ان هذا يعلم الغيب. اما اگر کسی مدعی علم غیب رو و کسی که این چنین ادعاهایی رو داره رو تصدیق بکنه مرتکب کفر شده. حتى اصبح عند البعض الان يعني خاصه عند الصغار يتكلم عن السحر كانه امر جائز ولا اشكال فيه فلا بد الحذر من هذا والله اعلم. بی پروایی در این زمینه به حدی رسیده که حتی میبینیم که در میان کودکان هم خیلی ساده به سادگی و خیلی راحت و بدون هیچ پروایی درباره سحر سخن میگن که از الله متعال عافیت و سلامت از ابتلا به همچین رویکردی رو خواهانیم.